این جشن عروسی گروهی ساده اما پرشور و دیدنی برگزار شده است. 75 داماد تقریبا هیچ پولی برای عروسیشان هزینه نکرده اند. از طرف مؤسس دارالعلوم حسنیه خانم امیری این مراسم به منظور فرهنگ سازی برای ازدواج آسان، معنوی و ساده و جلوگیری از اسراف و تبذیر که احیانا در عروسی ها وجود داره، به این منظور این مراسم برگزار میشه برای سومین سال متوالی در همین مکان مقدس. این زوج ها از طبقات گوناگون جامعه هستند. شماری از آنها دانش آموزان مدرسه های دینی، برخی دانشجویان و شماری هم کارگران روزمزد هستند. ما خود در مدت 2 سال نامزد بدیم، نتوانستیم عروسی کنیم و خوشبخت هستیم. امروز خیلی خوشحال هستیم که با یک تعداد هم رزما و هم دوستا و هم سنان خود دوباره به یه عروسی دسته جمعی شرکت نمودیم. این گونه مراسم های دسته جمعی میتونیم که از مصارف گزاف و بیجا جلوگیری کنیم. نجیبه 3 سال است نامزاد بوده است. او میگوید ناداری سبب شده بود تا شوهرش نتواند مراسم عروسی را برگزار کند. چون با ایمان بود، چون پسر خیلی خوبی بود، چون خودم دانستم، پذیرفتم، شناختمش، او را خواستم. چون خیلی فقیر بود، اوضاع اقتصادیشان خیلی خوب نبود، پسرک چند بار ایران رفت، تصمیم ازدواج گرفت و بالاخره موفق به ازدواج نشد. خودم خواستمش، خانواده خودم خواست، گفت بیا اینجا عروسی برپا میکنیم بدون کدام مصرفی و مقدار قلینی که ما بین ما و شما رواج است او را به هیچ عنوان مادرم قبول نکرد. در این مراسم به جای موسیقی شماری از عالمان دین سخنرانی میکردند و از مردم میخواستند که جشنهای عروسی را با هزینه های اندک برگزار کند، چیزی که شرکت کنندگان این مراسم نیز از آن استقبال میکنند. مردم ما این قسمی مجالس زیاد برگزار کنه، چون برای زندگی جوانای ما بسیار مفیده، جوانای ما دست به هر کار نمیزنن. یک رسم بسیار خوب است برای مردم فقرا و غریب. همچون محفل در افغانستان که اجرا میگردد باید در همه ولایت ها اجرا بگردد، چون همه غریب و بیچاره و پایمانده است. این نخستین بار نیست که مراسم عروسی به گونه گروهی در بلخ برگزار می شود. پیش از این نیز چندین بار مراسم همانند در مزار شریف برگزار شده است.